در ایران برخی از حامیان حکومت همچنان خواستار پاسخ به اسرائیل بابت کشتن دبیرکل و جمعی از فرماندهان عالی رتبه حزب الله هستند روزنامه کیهان کیهان امروز در تیتر اول خودش نوشته حمله نظامی تنها راه حل مهار اسرائیل برخی از کاربران حامی حکومت در شبکه اجتماعی هم همچنان مشغول انتقاد از دولت پزشکیان بابت عدم پاسخ به اسرائیل هستند مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی اما تا الان حرف مستقیمی از حمله نظامی مستقیم به اسرائیل نزدند و گفتند انتقام مرگ حسن مثلا و, و دیگر گروه های عضو محور مقاومت رو میگیرند در همین رابطه سعید رضا نامور حقیقی سرگرد سیاسی از تورنتو با ما همراه میشه در موقعیت حساسی قرار گرفته جمهوری اسلامی آقای نامور حقیقی فکر میکنید در تهران چطور دارن به قضیه نگاه میکنند با سلام خدمت شما همونجوری گفتید دو جریان وجود داره به هر حال تل کلی حکومت که آقای تا پنج نوامبر که انتخابات ریاست جمهوری است چون روی سبد آقای ترامپ شرط بندی میکنی و با توجه به اینکه دموکرات موضع نمیگیرند در نتیجه یک گرین کارتی داره برای که بتونی اقدامات انجام بده طبیعتا تو این برای زمانی با دست باز میخواد عمل کنه اما در مورد واکنش دو تا گروه هستند یک گروه هستند همون تندروهایی که شما گفتید که معتقدن باید از زیر میز بازی باید پاسخ داد همون در هنیه باید پاسخ داد و خب نتیجهش این خواهد بود که جریان عقلگیرا در کشور حذف بشه اینا باید یک درگیری گسترده بشه چون حتما اسرائیل پاسخ محکم خواهد داد و یک جنگ جنگ رو خواهد داد. جنگ هم برخلاف اون چیزی گفته میشه همه جانبه خواهد بود چون دیگه هم برای ایران کارت آخره و هم برای کارت اسرائیل یعنی برای دو تا کشور جنگ بقا خواهد بود و جنگ بقا به این راحتی خاتمه پیدا نمیکنه شروع جنگ راحته و بیرونش نخوان این گروه ها حتی یه آدم ساقای سامیدی ترابی که توی پرستی برنامه داره فارغ التحصیل لندن اسکول اف اکونومی گفته حتی باید قاعده ها دستگیر شن و از مناسب برکنار بشن توسط مجلس و دستگاه امنیتی هدفشون اینه و کلا با این کار میخوان مهمترین نقطه قوت دولت پزشکان که بس تامور هست و از دستش خارج کنه دولت آقای پزشکیان و کل و کل حکومت به نظر من معتقده که نباید وارد این بازی شد فعلا ولی باید آماده بود که اگر اسرائیل اقدامی انجام داد علیه ایران پاسخ بدن بنابراین به نظر من مدیریت تنش ممکن حالا حمایت هم کنن از اقدامات نیروهای نیابتی ولی اگر اسرائیل حمله کنه اون موقع وارد یک سطح جدیدی از دهنگیری خواهد شد که گفتم هم برای ایران خطرناک هم برای اسرائیل برای که تجربه خاورمیانه نشون داده بزرگ وقتی که شما واردش بشید دیگه تا سالهای سال باقی مونه و این به این راحتی حل فصل نمیشه آقای ناور حقیقی بسیار معتقدن که این رویارویی در این مقطع ناگزیره شما این رو چطور میبینید چقدر فکر میکنید که اسرائیل انگیزه کافی داره برای اینکه اون حمله که شما میگین منجر به پاسخ ایران میشه رو انجام بده ببینید استراتژی اشتباه ایران در بحث نابودی اسرائیل که اصلا از اول توری غلطی بود و همین بحث جبه مقاومت که اینا نیروی باید لوکال باشن در دفاع از محیط خودشون و اینا رو وارد بحث بیرون سرزمین خودشون کرد مثل روسیا یا حتی حزب که در مورد حماس تصمیم میگیره اسرائیل داره تصمیم میگیره همه اینا باعث شده که چشمنداز رو تغییر کنه ببینید اینا کارت حزب الله رو به این خاطر استفاده می‌کردن گذاری می کردن که اگر یه موقع اسرائیل به ایران حمله کرد حزب الله بتونه هزبولا بتونه پاسخ بده الان اینجوری شده که الان میگن خب شما باید بیاید به نفع حزب وارد عمل میشه یعنی در چیزی که شما برای گارد خود استفاده کردی حالا به ضد خودش تبدیل شده من فکر میکنم که اگر جنبندی بخوام بکنم اینکه که ایران با اللحاظ پرستیژی خب با یک موقع دشوار روبروه ولی اللحاظ استراتژیک در این موقعیت که مشکل اقتصادی داره مشکل اجتماعی داره با جامعه سی درصد نیروی انتظامی وقتی صرف هجاب خانمها تو ماشین صرف میشه مشکل اطلاعاتی داره چون تجربه اسرائیل در مورد ازبولان نشون داد که مسئله اطلاعاتی با بنیادی داره ایران در وضعیتی ورود به درگیری مشکل مضافاً برای اینکه آمریکا هم حمایت خواهد کرد ولی اگر اسرائیل بخواد خودش حمله کنه اون موقع خوب موقعیت تغییر میکنه و موقعیت حداقل دیپلماسی عمومی ایران متفاوت خواهد من فکر کنم راه دوم دو انتخاب می و فعلا تا اقدام اسرائیل علیه ایران انجام نده اقدام تهاجمی سنگین علیه اسرائیل نخواهیم کرد این روزا نامور حقیقی تلگر سیاسی از تورنتو سپاس کنم و شما آقای نامور هایی